این که با افزایش مشارکت زنان در بازار کار نرخ باروری در کشورهای مختلف کاهش پیدا کرده موضوع جدیدی نیست، اما حالا یافته‌های تازه‌ای وجود دارد که می‌گوید این روند در کشورهای ثروتمند معکوس شده است. اما چطور؟ چه چیزی نظر زنان شاغل را در این کشورها درباره بچه دار شدن تغییر داده است؟ در سال 1980 کشورهای ثروتمند با تعداد بالای کارگر زن نرخ باروری کمتری نسبت به کشورهای فقیرتر با زنان بیکار بیشتر داشتند. مدل‌های اقتصادی سنتی دلیل این روند را به خوبی توضیح می‌دهند. والدین ثروتمند پول بیشتری برای هر بچه خرج می‌کنند، پس بچه‌های کمتری می‌خواهند و زنان شاغل این خانواده‌ها ترجیح می‌دهند وقتشان را صرف توسعه فردی کنند تا تربیت بچه‌های بیشتر. اما از سال 2000 بعد از افزایش 17% سهم زنان شاغل در کشورهایی مثل آمریکا و بریتانیا این روند معکوس شد. حالا می‌بینیم که در لیگ کشورهای ثروتمند نرخ باروری کشورهایی که زنان بیشتر در بازار کار حضور دارند از کشورهایی که زنان کمتری در بازار کار دارند بالاتر رفته است. موضوعی که جمعیت شناسان را متحیر کرده و باعث شده بپرسند چه چیزی تغییر کرده است. مقاله جدیدی که دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در آمریکا منتشر کرده میگوید که این اتفاق حاصل تغییرات فرهنگی و سیاستی است. در کشورهایی مثل آمریکا و نروژ سیاست‌هایی اعمال شده که حفظ شغل در عین مادر بودن را آسان‌تر کرده است. در نتیجه زنان بیشتر به سمت مادر شدن رفتند. اما در همین گروه کشورهای ثروتمند جایی که تضاد بین مادری و شغل باقی مانده همچنان زنان میل کمتری به بچه دار شدن نشان می‌دهند، مثل ایتالیا و اسپانیا. نویسندگان مقاله میگویند که 4 عامل اصلی منجر به باروری بیشتر بین زنان شاغل شده است. یکی انعطاف پذیرتر شدن بازار کار، دیگری بالا رفتن نرخ مشارکت مردان در امور خانه و بچه، همچنین تغییر هنجارهای اجتماعی که مادران را بیشتر همراهی میکند و در آخر سیاستهای خوب دولتی. مثلا در نروژ فقط در سال 2021 دولت نزدیک به 30,000 دلار برای هر کودک نوپا هزینه کرده و نزدیک 11 ماه به والدین مرخصی از کار داده. به این ترتیب این کشور بالاترین نرخ باروری و اشتغال زنان را در بین کشورهای ثروتمند همزمان به خودش اختصاص داده است. البته اینطور نیست که فقط کمک‌های دولتی تعیین کننده باشند. مثلا آمریکا بین کشورهای ثروتمند کمترین حمایت دولتی را دارد و نه تنها فقط 500 دلار برای هر کودک تازه متولد شده هزینه کرده، بلکه مرخصی زایمان ملی هم ندارد و شرکت‌ها و ایالت‌ها خودشان در این مورد تصمیم می‌گیرند. اما مردان آمریکایی بیشترین نرخ مشارکت در امور بچه و خانه را بین کشورهای ثروتمند دارند و همین موضوع این کشور را در رتبه‌های بالای باروری زنان شاغل قرار داده است. موضوع دیگری که نباید از نظر دور بماند این است که هرچه حضور زنان در مشاغل مدیریتی دولتی و خصوصی رده بالا بیشتر شده، سیاست‌گذاری‌هایی که زنان را مجبور به انتخاب بین بچه و کار نمی‌کند هم افزایش پیدا کرده و حالا نتیجه اش را در میزان باروری زنان شاغل کشورهای ثروتمند نشان می‌دهد. بنابراین شاید خلاصه ترین جواب برای این سوال که چطور زنان شاغل کشورهای ثروتمند در حال بازگشت به مادری هستند این باشد. برداشته شدن تضادهای این دو نقش از طریق کمک‌های سیاستی و اصلاح فرهنگ کاری و خانوادگی. شاید این الگو برای کشوری مانند ایران که سالها سعی در افزایش جمعیت دارد و سیاست‌های بعضن بی‌نتیجه‌ای را دنبال می‌کند، پیام روشنی داشته باشد.